که صحبتم رو با مرور یک سری آمار شروع بکنم. در حال حاضر ما 1.5 میلیون کانال تلگرامی داریم که به صورت متوسط روزانه 4 میلیون پست در تلگرام منتشر میکنن که این پست ها هم حدود 1.6 میلیارد مشاهده داره توسط جامعه ایرانی. از طرفی جالبه بدونید که جمعیت 85 میلیونی ایرانی براش 70 میلیون اکانت اینستاگرامی ثبت شده که فقط در هفته اخیر 11 میلیون پست منتشر کرده و حدود 2 میلیارد بازدید داشته و 1.2 میلیارد لایک خورده و البته بازخورد 40 میلیون کامنتی از طرف مردم داشته نسبت به اون حرف خاص که در اون پست زده شده. باز 5 میلیون توییت داشتیم توی توییتر، توییت فارسی که در واقع بازنشر 2 میلیونی داشته و 15 میلیون لایک دریافت کرده. اینا فقط بخش خیلی خیلی کوچیک از داده هایی هستند که جامعه ایرانی در فضای مجازی در حال انتشار داره و درد و دلها، دغدغه ها، نظرات و بازخوردها و عملکردهاشو در قالب این اطلاعاتی که از خودش به جا میذاره داره بیان میکنه. و سوالی که وجود میاد اینه که آیا نمیشه از این همه داده برای هدفمندتر شدن تصمیماتی که در سطوح مختلف میخواد گرفته بشه و در زندگی هر کدوم از این افراد تأثیر مستقیم داره استفاده بشه؟ مشخصا این داده هایی که داره تولید میشه یک فرق اساسی با اطلاعاتی داره که در سالهای گذشته در واقع حالا چه از طریق اینترنت در حال تبادل بوده یا توی پرسشنامه ها از طریق پرسشنامه ها از مردم پرسیده می شده و ثبت می شده و اونم 3 تا شاخص است: حجم زیاد در حد چند صد هزار ترابایت، سرعت تولید که همونطور که بهتون گفتم توی یک زمان خیلی بازه کم چه حجمی از اطلاعات فقط از جامعه ایرانی در حال نشره، و تنوع در نوع، هم فایل تصویری، ویدئویی، متنی و آمار و ارقام که میتونه لایک و خیلی از متادیتاهای دیگه باشه در حال نشره. و این 3 مشخصه است که اسم این داده ها رو کرده کلان داده و نیازمند یک روش نوین برای حل مسئله هایی که ما دنبال حلشون هستیم. خب نمیدونم محصول جدید برادران مینو رو میل کردین یا نه، اون جلد زرده. خب نمونه بارزی از، حالا من قضاوت نمی کنم استفاده کردن یا نکردن از داده های در واقع جامعه مخاطبشون بوده که حالا 415 هزار نظر فقط توی 3 ساله اخیر در مورد بیسکویت ساق طلایی توی شبکه های مجازی داده شده. من برداشتم این بود کار هوشمندانه کردم به خاطر اینکه من با تجربه اون در واقع محصول جدید قدر محصول قبلیه رو فهمیدم و تعداد باری که اونو خریدم خیلی بیشتر شد. و حالا جدای از شوخی، در مورد تصمیمی مثل هدفمندی یا بهتر بگم سهمیه بندی بنزین و حالا افزایش قیمت 1000 تا 3000 تومانی که انجام شد، این سوال واقعا به وجود میاد که آیا به 10 میلیون نظر و درد و دل و دغدغه مردمی که حالا خیلی هاشون ممکنه در واقع کارشناسان این حوزه باشن که فقط توی همین 1.5 سال اخیر تا روز اجرای در واقع سهمیه بندی بنزین منتشر شده تو شبکه‌های مجازی، آیا استفاده شده یا نه؟ خب اگر بخوایم کلی‌تر صحبت بکنیم، چند تا مسئله وجود داره که الان بهش توجه نمیشه، حالا حتی اگر قرار باشه از این داده‌ها استفاده بشه برای تصمیم‌گیری‌هایی که می‌خواد انجام بشه در سطوح مختلف. یکی این که همونطور که گفتیم الان این پدیده اسمش کلان داده است. کلان داده نیازمند روش‌های جدید برای استنتاج دانش و فرق داره با اون پرسشنامه‌هایی که قبلا داده می‌شد و در واقع یک برداشت آماری انجام می‌شد از اینکه خب نظر مردم اینه پس من این کارو می‌کنم. دو این که
ما اگر قرار باشه به ازای هر تصمیمی، هر حوزه، هر موضوعی و یا در هر مقطع زمانی دوباره کل این کارا رو بخوایم انجام بدیم، کلی نیروی انسانی نیاز داریم، کلی در واقع ساعت باید گذاشته بشه برای چنین در واقع استدلال ها و استفاده از دیتا و این میتونه خیلی هزینه های زیادی رو در بر داشته باشه. پس بهتره یک کاری رو انجام بدیم که مانای بیشتری داشته باشه، یعنی یک بار هزینه رو بذاریم انجام بدیم ولی بعد از اون دیگه تسهیل بکنه چنین دانشی که اون سرعت توی اون در واقع پشتیبانی از تصمیماتی که میخواد گرفته بشه وجود داشته باشه. و مسئله دیگه این که همیشه افراد در واقع اون چیزی که نظر دلشونه رو نمیتونن به زبون بیارن و این که ما صرفا یه پیش قضاوت بکنیم و یه پرسشنامه بذاریم جلوی طرف و اون یه جوابی بده نمیتونه در واقع اون داده معتبری باشه از اینکه واقعا بازخورد اون شخص نسبت به این مقوله خاص چیه. پس نیاز به این داریم که ما این کار رو بکنیم و با توجه به عمل کرده اون، با توجه به نظرات اون که یک سری نقاط پنهانی درش نهفته هست که در واقع در ذهن اون شخص میگذره و حتی خودش نمیتونه به زبون بیاره، ما اینا رو بتونیم به دست بیاریم. راهکاری که ما داریم مدل سازی احساسی شناختی از جامعه است با توجه و با استفاده از کلان داده های موجود. در واقع اگر بخوایم این مسئله رو به سه بخش بشکنیم، ما یک مدلی به عنوان مدل عمل جامعه داریم که شامل تمامی داده هایی که کاربرها دارن از خودشون در فضای مجازی به جا میذارن که گفتیم دغدغه ها، نظرات و درد و دل هاشونه. خب اینها مقدار مستقیم میگیرن ولی ما دنبال اون مقولات خاصی هستیم که در واقع چی تو ذهن اون شخص داره میگذره در مورد اون مسئله خاص، مثلا هدفمندی یارانه، سهمیه بندی بنزین یا یک محصول خاصی که از یه شرکت داره ارائه میشه. پس باید یک لایه مستقل این وسط قرار بگیره برای نگاشت اون اعمال به اون مقوله های خاص که توی ذهن اون شخص وجود داره و این رو میذاریم اسمشو مدل شواهد که در واقع اون شهود رو تبدیل میکنن به یک دانش مفید و میتونه از ساده ترین حالت یک مدل آماری باشه تا یک الگوریتم مرز علمی در حوزه هوش مصنوعی و مثلا با معماری های شبکه های عصبی. خب اگر بخوام یکم سطح انتزاع صحبتمون رو پایین تر بیاریم، ما از اون اصطلاحا سوی، اون سه مشخصه کلان داده ها که در واقع حجم و تنوع و سرعت، در قالب متون، تصاویر، ویدئوها و متادیتاهای آماری و اعداد و ارقام قصد داریم برسیم به یک مقدار عددی بین 0 تا 1 به عنوان مقوله‌ای که برای تصمیم گیری هامون میخواییم ازش استفاده کنیم. برای مثال در سطح حکمرانی یک کشور ما میخواییم امید به آینده مردم رو اندازه‌گیری بکنیم. مسئله خیلی مهمیه. اولین نکته اینه که نباید مشخصا به عنوان یک مقوله اتمیک به مسئله مثل امید آینده به آینده نگاه بکنیم. این باید توسط متخصصین علوم انسانی شکسته بشه. پس ما از یه طرف داریم از داده‌ها استفاده می‌کنیم و از روش‌های الگوریتمی مثل شبکه‌های عصبی می‌خوایم یه استنتاج داشته باشیم در مورد مدل فکر کردن مردم و جامعه مخاطبمون. از یه طرف دیگه از نظریه‌هایی که توی علوم انسانی داره در واقع توسعه پیدا میکنه و ارائه میشه استفاده میکنیم و هیچ کدوم رو دور نمیریزیم و این دو حوزه تخصص رو در کنار هم قرار میدیم. پس ما از داده های اولیه خودمون بعد از گذرونده شدن از توابعی که میلیون ها پارامتر رو ممکنه تغییر بدن تا اینکه یک نتیجه عددی به ما بدن، میرسیم به یک مقدار عددی به اون مقوله های اتمیک از اون مقوله کلی به نام امید به آینده. همونطور که میبینید این مقوله شکسته میشه تا سلسله مراتبی شکل بگیره تا برسه به اون در واقع مفاهیم اتمیک و در نهایت بعد از مقدارگیری این مقوله های اتمیک منتشر بشه، حالا با روش های احتمالاتی یا هر روش دیگه‌ای،
به سطوح بالاتر تا در نهایت ما یک مقدار برای امید به آینده مردم داشته باشیم. خب اجرای چنین پروژه‌ای قاعدتاً چالش‌های خودش رو داشته و داره. یکی از این چالش‌ها که در گذشته بیشتر درگیرش بودیم، اصلاً یه همچین کاری رو ممکن نمی‌کرد. بالاخره اینترنت خیلی ساله که وجود اومده و شاید بپرسیم که اون موقع هم این داده‌ها در حجم زیادی موجود بودن و چرا از این کارها انجام داده نمی‌شد. مسئله اینه که در گذشته صرفاً محدود به این بودیم که یک سوپر کامپیوتری که یک تک واحد سیستمی به حساب می‌اومد، باید این داده‌ای که حالا ظرفیتش هر چقدر بود، نهایت فرض بکنید 100 گیگابایت داده رو روش لود می‌کردیم و یک استنتاج روش می‌کردیم. خب ولی الان این امکان رو داریم با ابزارهایی که ارائه شده و توسعه داده شده که ده ها هزار از این سوپر کامپیوترها در کنار هم قرار بگیرن و قابل مدیریت باشن، چه در فاز ذخیره سازی، چه در فاز بازیابی و استنتاج دانشی. که این مسئله مهمیه که همونطور که گفتیم ما دوست نداریم یه استنتاج دانشی از داده‌ای که الان داره تولید میشه یک سال دیگه در بیاد. پس سرعت مسئله مهمی بوده و الان این امکان بهتر فراهم شده و هنوز در حال توسعه است. مسئله بسیار مهم دیگه مسئله مسئولیت در قبال حریم خصوصیه. حالا جوک محافل هم هست رعایت حریم خصوصی، ولی به هر حال با تنظیم مقرراتی که در سالهای اخیر توی دنیا انجام شده، مخصوصا حالا اتحادیه اروپا، قانون GDPR، مجموعه قوانین GDPR یا General Data Protection Regulation که انجام شده، این یک شروعی بود برای اینکه پروتکل‌های تعریف بشه که جزیره‌های داده‌ای که در حالا سطح جهان یا در واقع قلمرو یک کشور در حال شکل‌گیری بود، حالا نمی‌دونم در دیتابیس یک شرکت و یا نهادهای دولتی، و اینها نمیتونستن به هم اعتماد بکنن، نه شرکت‌ها به هم اعتماد داشتن که این داده رو تبادل بکنن، نه دولت به بخش خصوصی، نه بخش خصوصی به دولت، و این باعث شده بود که اون داده منسجمی که دانش درست به ما بده فراهم نباشه. ولی این تنظیم مقررات که انجام شد و این یه مقدار شرکت‌ها سر کیسه رو شل کردن، کیسه‌ای که توش داده نفت جدید موجود بوده و با هم تبادل کردن، باعث شد که بتونیم از این استنتاج‌ها داشته باشیم. و باز مورد آخر که البته به نظرم باز یکی از مهمترین هاست اینه که با این که ما سعی کردیم متخصص‌های حوزه‌های مختلف از علوم انسانی تا علوم فنی رو روی یک میز بنشونیم و چنین پروژه‌ای رو انجام بدیم، ولی واقعاً این خلأ رو احساس کردیم که یک سری بین رشته‌ای متخصصان بین رشته‌ای باید وجود داشته باشن که از همون ابتدا هم فهمیده باشه داده چیه، تحلیل داده چیه، استنتاج عددی از داده چیه، هم از اونور نظریات در واقع علوم اجتماعی رو سر در بیاره. این خیلی مسئله مهمیه. در واقع نه ما می‌خواستیم مدل دریون عمل بکنیم همونطوری که گفتیم، نه دیتا دریون. این دوتا باید در کنار هم بمونه. و حالا اگر بخوام مثالشو بزنم، رشته‌ای توی همین پروژه خاص، رشته‌ای مثل جامعه شناسی محاسباتی یا علوم اجتماعی محاسباتی که استارتش توی حالا دنیا زده شده مثلا توی دانشگاهی مثل پرینستون، این یکی از راه حل‌هاییه که می‌تونه این گپ رو برطرف بکنه. ما در مرکز ملی فضای مجازی حتی در واقع کارهایی که باید برای پایه‌ریزی تشکیل چنین رشته‌ای توی یک دانشگاه انجام بشه رو انجام دادیم و به زودی در قالب یک گرایش به نام علوم اجتماعی محاسباتی در دانشگاه تهران ارائه خواهد شد. باز رشته‌ای، یک بین رشته‌ای به نام محاسبات عاطفی رو در واقع ما توی چنین پروژه‌ای نیاز داریم که سعی می‌کنه مباحث علوم شناختی، فلسفه و هوش مصنوعی رو در کنار هم بیاره و اینجوری به مسائل نگاه بکنه و حلشون بکنه. باز این رو ما پریزشو انجام دادیم و به زودی به صورت پایلوت در یکی از دانشگاه‌های کشور اجرایی خواهد شد در قالب یک گرایش کارشناسی ارشد. و به هر حال با کلیه این توصیفات امیدوارم که حالا میگن توی روز تولد احتمال برآورده شدن آرزو بیشتره. من امروز آرزو میکنم که هر چه زودتر ما به اون نقطه خوبی که دنبالش هستیم در بحث تصمیم گیری های سطوح مختلف کشورمون برسیم. خیلی ممنون.